عشق یعنی سر نهی بر شانه بشنوی از شانه افسانه. عرض ادب دارم خدمت شما امیران عزیز و ارجمندم تلویزیون ایران فردا. امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از دوستانه ممنونم. بار گذشته گفتگوی داشتیم فوق العاده جالب با علی پورتاش، شخصیت صادق، شریف، دوست داشتنی، نجیب و یک آموزگار همیشه عاشق، همیشه عاشق، یک بازیگر برجسته سینما و تئاتر ما. و این بار علی پورتاش سعی میکنه از دریچه دیگری زندگی خودش رو به ما نشون بده. اینکه خواهش میکنم تشبیه روی مهتابی با هم نگاه کنیم به صحنه‌هایی از زندگی یه نوجوانی که از یه خانواده کارگری برخواسته بود، اما توانست در ایران بدون داشتن رابطه قوی و افرادی که میانجی باشن بره وارد عرصه تئاتر بشه، فیلم بسازه. فیلمش در 15 سالگی 3 جایزه بین‌المللی رو به خودش اختصاص بده، جایزه بگیره از دست شهبانو، عکس بگیره ببره منزل و به خانواده خودش نشون بده. درود بر شما. شما محبت داریم، مرسی. خب سلام، علی قربان دارم. قربان شما. من فکر کنم دارین میگین. خب بار قبل رسیدی به اینجا که خدمت شما گفتیم آقای پورتاش پدرش در اوج جنبش های چپ وارد مثل جامعه ایران میشه. خب کارگرم بوده، طبیعتا با نمایندگان برخی از این جنبش ها در محیط کارگری هم برخورد داشته قطعا و حتما. خب همش تصور میکردم کسی که از اونجا آمده خودش شاهد به اصطلاح یک جنبش وسیع و گسترده بوده در کشور همسایه شمالی و به ویژه در آذربایجان، آیا این جنبش های چپ موفق شدن اون رو جذب کنن؟ خب همین نه جالب اینجاست، برای اینکه من یادم میاد که وقتی به من ایشون ترکیه لاتین میدونست، آذربایجانی لاتین میدونست، آره دیگه، برای اینکه اونجا مدرسه رفته بود باکوان، بعد فارسی اصلا بلد نبود. برای اینکه همین برای من همیشه مثلا شبا از آنتوان چوخوف میخوند، ماکسیم گورکی میخوند، از داستانای اونجوری برای من میخوند ولی به ترکی میخوند. تولستوی، آره دیگه، چیزای لیتریچر مال اون روسی. بعد یادم بود که درست بود که کارگر بود توی ایران، ولی به هر حال خوب فکر میکرد، یعنی خوب دیده بود. پس یه کارگر خیلی آگاه بود. آگاه بود، آره. یعنی با کتاب اینا سر خب کار، برای مدرسه رفته بود توی باکو. باکو هم واقعا جزو فکر کنم اولین کشورهای اسلامی باشه که اصلا اپرا و تئاتر و بله موزیک آوردن. بعد از حضور کمونیستا، بله، یکی از کارهایی که کردن همین. صحبتی که با من میکرد که چون کمونیستا اومدن، بلشویک اومدن و اینا، خب اونجا چیز داشتن، اونجا زمین داشتن، مزرعه داشتن، اسب داشتن، قصابی داشتن و بیزنس داشتن، پدر مادرش اینا، اینا رو گرفتن از اینا، از اینا، اینا رو از اینا مصادره کرد، مصادره کردن. بعد وقتی اینا فرار کردن، خب این بی‌عدالتی اونا رو دیده بود، برای همین منو همیشه تشویق میکرد. خودش منو برد فیلمای آمریکایی، خودش اصلا دست خود بابا، خود بابای من دست منو میگرفت، من بود لاله‌زار، فیلمای آمریکایی، فیلمای آمریکایی ببینیم، ببینیم چقدر آزادن، اینا رو آزاد فکر میکرد. پس شما سینما رو هم، سینما هم میبرد؟ پدر من، آره، یه کالباس قشنگ برای من میخرید. خیلی با ترقی بود. آره یه کالباس میخرید. با مادر رو نمیبرد؟ من یادم میاد چند تا، چرا مشهدی آباد، چیزایی که یادمه، مشهدی آباد، آرشین مالالان، مشهدی آباد، فیلم تاراس بولبا با یول برینر، اینا رو با خانوادگی ما رو برد. ولی گاهگاهی بعدن چون مادر من اهل سینما اینا نبود که، مادر من اهل مومن بود، ولی اون موقع رو یادم میاد ما رو میبرد. ولی من و برادرم و به خصوص من و چندین بار سینما خیلی برد، میبرد که ببینیم فیلم اینا. من با توی کانون پرورش فکر کودکان که بودم و یه شخص آمریکایی آشنا شدم. بعد دیگه چه جوری وارد کانون شدی؟ آره حتما. ولی چون این برمیگرده، چون این برمیگرده به اینکه چرا من یه دوستی پیدا کردم، دوست آمریکایی پیدا کردم که بعداً با دختر خالش ازدواج کردم که زن منه الان. خب. و این دوستمو خب من آوردم آمریکایی، ریچارد دیکسون، آوردم خونه ببینن. بابای من انقدر خوشحال بود که با یه آمریکایی آشنا شد. این تشویقای اون بود که آمریکا، آمریکا، آمریکا. براش اون بود، روسیه اصلا. عجب. برای همین وقتی که من تو کانون بودم یه دوره برای افرادی بودم که از دانشگاه اومده بودن، چون من دبیرستان می‌رفتم، وقتی که اینا صحبت از چپی و مارکسیست و کمونیست میکردن، اصلا برای من
مک سنس نمیکرد برای من، معنی نداشت اینا. چون پدرم همش قربانی اونا بود. آره قربانی اونا بود و میگفت پس پدر کار اینا میکنن کارگر کارم. خب پدر من هم کارگره، پس چرا از اونا طرفداری نمیکنه؟ پس پدر من دیده تجربه کرده. همیشه بابای من میگفت اینا که اینقدر کمونیست کمونیست میکنن، یک بار شاه باید اینا رو ورداره بهشون میگه بریم اونجا یه 6 ماه بمونید. دو ماه اصلا نگاه کنید ببینید دوست دارید. اگر این کار کرده بود شاید اونو برمیکشن بودن ما غلط کردیم مثلا این حرف رو زدیم. چون دولت روسیه بسیار دولت بی‌عدالتی بود نسبت به درست. مردمش و بابای من اینو دیده بود. دیده بود، گریه پدرش رو دیده بود، گریه بابا بزرگش رو دیده بود که اینا چه بلایی سرش بود. کاش برخی از روشنفکران ایدالیست ما هم دیده بودن، اونا که دنبال چی بودن دنبال لاکجا آباد، کاش دیده بودن از نزدیک. راست میگه، خیلی ها بودن مثلا بسیاری از دانشجویانی بودن که آدم گرایشات چپ داشتن، همش هم میگفتن که شما هم برن ما رو ببرن. وقتی می‌خواستن بیان به ایران اغلب ناچار بودن که برن مثلا از فرانسه اگه می‌خواستن بیان میمدن به آلمان، میمدن به اتریش و از اونجا میمدن به یوگسلاوی و بلغارستان. یعنی ناچار بودن از دو سه کشور کمونیستی بگذرن. وقتی این مسیر رو طی می‌کردن عقیدتشون عوض می‌شد. یعنی متوجه می‌شدن دوچار خطا و اشتباه شدن. اینجا اون بهشتی که فکر میکردن نیست، خبری نیست. ای کاش این اتفاق برای این، واقعا این حرف بابای من درست از اومده که اینا میرفتن میدیدن روسیه رو. یعنی اصلا دانشجو رو سوار میفرستادن. نویسنده‌های گردن کلفت ما که اینقدر از آمریکا بد میگفتن و حال به روسیه میدادن، واقعا باعث میرفتن چه زندگی میکردن، متوجه میشدن که از این خبران نیست، اصلا از این خبران نیست. پدر که نماز روزه مذهبی نبود اصلا. نه اصلا مذهبی نبود پدر من اصلا، ولی مادر بود. مادر من مذهبی بود، اونم تردیشنال مذهب. یعنی طوری خوش متدین بود. متدین خوشک نبود که ما بچه ها رو اذیت کنه. هیچ وقت ما رو اذیت نکرد. نه هیچ وقت مثلا اسم منو خب گذاشته علی، اسم پدرم محمده، ولی هیچ وقت به من به ما زور نگفت که وقتی خواستن شما رو تنبیه کنن چیکار میکردن. اصلا من یادم نمیاد من تنبیه بکنم. پریشان. من اصلا یادم نمیاد. من یک بار پدرم یک بار هیچ کار بدی نمیکردی. هیچ کار، ولی یک کار، یه دفعه یه کار بدی کردم. چیکار کردی؟ که پدر من خیلی جالب، پدر من منو با کمر زد. من از گریه و ترس و درد و رفتم خونه عمومم، شب خوابیدم، صبح با گریه اومد. اون کتک زده منم به خاطر این بود که از ترسیده بود. و اون این بود که برادر زنموی من حدود مثلا 10 سالم بود، به من گفت بریم سینما. خب منم بدون اینکه به خانواده بگم که دارم میرم سینما، فکرم خب برادر از من 5 سال بزرگتر بود، گفتم خب این مثلا هیچ وقت فکر نکردم. سه تا اتوبوس سوار شدیم رفتیم لاله‌زار، یه دو فیلمه دیدیم. ریو براوو با جان وین و دی مارتین و یه چیز مال وحدت، یه چیزی در قفس. و انقدر این طولانی بود من یک شب اومدم. و این دم در واسه دم کوچه واسه بود، گریه زاری کمر رو برداشت به من زد، من گریه زاری، مامانم منو برد خونه عموم. روز بعد اومد خونه عموم، بابام شروع کرد گریه کردن، معذرت خواستم، گفت منو اینقدر ترسوندی من عصبانی شدم. فقط همون یه بار کتک خوردم دیگه یادم نمیاد. ولی اینا هیچ وقت نه. رابطه با خواهرت چگونه بود؟ ما من یکی از من یک فکر می‌کنم یکی از دلایل شو بودن اینا پس خانواده. ببین یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم اصلا بازیگر شدم واقعا بیشتر به خاطر خواهرمه. این خواهر من 10 سال از من بزرگتر بود و منم چون دیگه خواهر دیگه نداشتیم، منم بچه کوچکتر بودم. این بچه که بودم دوستش منو مثلا، حالا سوء تفاهم نشه فکر کنن جایی که چون ننه سلیمه رو بازی کردم، دوستش مثلا یه بار منو شبیه دختر درست کرد مثل خواهر کوچولوش، اسمت هم ملیه به جای علی، منو برد مدرسه ده. مثلا من 5 سالم بود، مثلا 4 سالم بود، منو قشنگ گفت اصلا حرفم نزن، منو بعدش قشنگ برد مدرسه، گفت برای مادرم گفته من اینو قشنگ منو برد مدرسه، همه اومدن گفتن بو چقدر محض تفریح کار کرد. نه اینکه از تو جدا نشه، نه محض تفریح که من آبجی کوچولو دارم. بعد حالا بین خوش و خندن و هرچی من قشنگ یادمه. و خواهر من اونایی بود که بلند میشد میرقصید و آواز میزد، گوش مثلا گوش میذاشت، نمیدونم آهنگای بلند میشد میرقصید، من اون بلند میشدیم ادای اینو اونو در میبردیم، ادای بازیگرا رو در میبردیم. خب این ادا در آوردن و تماشاچی خانواده بخندن و همسایه ها بخندن آدمو تشویق میکنه که بره خب شاید جای دیگه. و من رفتم کانون. نه چطور رفتی کانون آخه؟ کانون پرورش. نه یک کتابخونه باز، شنیدم که یک کتابخونه باز شده. کجا باز شده بود؟ خیابون عباسی، خیابون عباسی خاکی. خب کتابخونه شماره 2.
و من رفتم اونجا 11 سالم بود، رفتم اونجا مثلا چطور بگیر بگیرم بخونم دیگه. بعد همش میرفتم پیش این کتاب داره، دوست داشتم کتاب داره، مثلا خانمای قشنگ و کلاسی بودن میمدن اونجا، کتابا چقدر اصلا کانون چیز کتابخونه چیز قشنگی بود. بعد انقدر من رفتم اونجا با اینا آشنا شدم، خب شیرین میگفتم میخندیدیم اینا، شلوغم بودم. بعد اینا گفتن که چرا مثلا دور هم جمع نمیشین اینجا تئاتر بزنیم برای بچه‌ها مثلا 10 دقیقه یه رو. ما این کارو که کردیم چیز اومد، اردوان اومد، اردوان مفید، اردوان مفید اومد گفت من اردوان چیکاره بود؟ اردوان آسیستان دانلافون بود، اردوان مفید آسیستان دانلافون بود، دانلافون هم رئیس تئاتر کانون پرورش فکر کودکان که بعدا خب من برای خودش بازی کردم. و چند سالش بود موقع اردوان؟ اردوان من نمیتونم دقیقا سنشو بگم ولی از من بزرگتره. ده سال بزرگتره؟ فکر کنم ده سالی بزرگتر باشه فکر کنم، برای اینکه من 14 سالم بود، 15 سالم بود که اومد. بعد اومد منو انتخاب کرد و ما رفتیم و چند نفرم انتخاب کرد، یک گروه درست کرد که ما این گروه شروع کردیم کمک کردن به گروه اصلی بازیگرا که سوسن فرخ‌نیا بود، رضا بابک بود، بهرام شاه محمد، رضا بابک از اونجا شروع کردن، خانم سوسن فرخ‌نیا. آره سوسن، آره ما کمک می‌کردیم به اونا، مثلا گیرمشون می‌کردیم، نور می‌انداختیم، همشون هم شده، همشون هم شده درجه. آره بعد وقتی که اونا رفتن کانون که آقای دانلافون باشه، چند تا هنرپیشه رو استخدام کرد ماهی 2000 تومان. من ماهی 2000 تومان میگرفتم. 2000 تومان؟ 2000 تومان کسی دهم بودم. دهم دبستان. 2000 تومان حقوق میگرفتی؟ از بابام بیشتر بودم بودم. یعنی 300 دلار. آره؟ من پول خودم 300 دلار. بعد من شدم بازیگر حرفه‌ای کانون، هنگامه مفید بود که خواهرش باشه. کامبیز صمیم موفقم بود که بعدن شنیدم که فوت کرد، خدا بیامرزتش. افسانه توکلی بود و ما رفتیم نمایش چیز آقای محمود هاشمی بود. ما رفتیم نمایش شاپک خانم رو توی هامبورگ اجرا کردیم. بعدش هم یه ما رفتیم استرالیا، دور ایران رفتیم با بچهای کانون. یعنی فرستادن استرالیا؟ ما رو بردن، ما رو فرستادن استرالیا. این کارو اجرا کنید؟ بله ما اجراهاش با خیلی تماش دیگه خیلی خیلی اصلا کانون پرورش فکر کودکان به نظر من معجزه بود که اومد توی محله ما، یه معجزه. بعد من تو همون موقع که 14 15 سالم بود، آقای ارسلان ساسانی اومد که فیلمسازی رو به ما یاد بده. من تو 14 سالگی همون موقع یه فیلم ساختم به اسم دو تا چشم دارم شریک که این فیلمو اینا فرستادن، دیپلم افتخار از میلان ایتالیا گرفت. بعد به من آقای ساسانی گفت، رشتی هم بود، با لهجه رشتی صحبت می‌کرد، گفت با چطور که بالاتر فیلم درست کنی یه دونه دیگه بنویس بیا به تو وسیله بدیم که درست کنی. و من مرغو درست کردم که سه تا جایزه گرفت. آفرین. به خاطرش پیش شهبانو رفتم. بعدش هم توی 18 سالگی یه فیلمی درست کردم که اتفاقا پسرخاله خانومم ریچارد دیکسون مواد خامشو از انجمن ایران آمریکا آورد و فیلم برداری کرد و من نوشتم و کارگردانی کردم و پسر خواهرم هم توش بازی کرد به اسم من و توپ بچه‌ها که این فیلمو به کانون فروختیم. اتفاقا آقای که عباس کیارستمی هم کمک کرد که ما این فیلم فروخته بشه. اتفاقا من یادمه این من فیلمو با موویلای دستی بعد این صحنه های فوتبال خیلی طولانی شده بود، کیارستمی که دید گفت این صحنه باید کمتر بشه، چجوری اینو تدوین کردی؟ گفتم با دستی. گفت نه، به من یاد داد، میز خودشو داد به من یاد داد و رو میز خودش ما یه 2 دقیقه از این فیلمو کم کردیم و از ما خریدند 35000 تومان که شد همون 5000 دلار اون موقع. آره خلاصه یعنی اگر واقعا کسی حالا جوانی نوجوانی هنری داشت، نیازی نبود که کسی واسطه بشه، جذبش میکردن، کمکش میکردن. کانون تمام افراد کانون، یعنی میتونم به جرئت بگم تمام افرادی که توی کانون میتونی اسم ببری وقتی میگی همون خود آقای کیارستمی بسیار آدمی بود، فردی بود که به همه کمک میکرد. آقای پرورش، آقایی بودن به اسم پرورش که رئیس بخش سینمایی داشتن، اسفندیار منفردزاده. خود اسفندیار یکی از جایزه من رو اسفندیار منفردزاده به من داد بزر. که بعدن اصلا حالا دوست شدیم که هیچی، اصلا همکارم شدیم تو پروانه در مشت. تمام این افراد، دانلافون آمریکایی انقدر مردم ایران رو دوست داشت که میخواست به بچه ها کمک کنه. لیلی امیر ارجمند، خانم لیلی امیر ارجمند که مدیر کانون بود، خود شهبانو که باعث و بانی اصلا این کانون بود. همه افراد تو چه نفوذی سیاسی نفوذ داشتن تو کانون؟ یعنی شروع کرده بودن به نفوذ کردن؟ ببین من نمیدونم این افرادی که بهشون میگفتیم روشن فکر و نویسنده چقدر سیاسی بودن، ولی حتما چند تا بودن مثلا احمد رضا. شما اومدن
ببین من خیلی بچه تر از این حرفا بودم که بیان سراغ من، چون من هنوز دانشگاه نرفته بودم، من تو دبیرستان بودم، ولی صحبت که میکردن این بعضی وقتا جوه، البته چون میدونستن که اونجا مال کانون پرورش کنندگان مال شهبانوه، شلوغش نمیکردن، ولی چون به هر حال دانشجو بودن و یا پروفسور دانشگاه بودن، اینا از این صحبت های چپی زیاد میکردن که مثلا صمد بهرنگی رو خیلی گنده میکردن. مثلا از دید من خب نویسنده عالی بود، ولی اینا یه بوت ازش درست کرده بودن. بعد مثلا تو نمیدونی این چی گفته، اینجوری صحبت میکردن، تو نمیدونی این چی گفته. خب بعد که میفهمیدیم مایه سیاه کوچولو بعد که نگاه میکردیم میخوندیم میگفتیم خب به هر حال یه احساس قشنگی داره میده، میخواد مثلا آدم بفهمه که آزادی خوبه، ولی اینا شلوغش میکردن و میخواستن جذب کنن که این جوونا رو مثل منو مثلا ببرن طرف. من یکی از خوشبختیام اون بابام بود که از اون بچگی اون نطفه رو تو مغز من تربیت سیاسی شما رو آمریکا آره. آمریکانیزه کرد. آره اتفاقا آره. من اتفاقا یه چیز برای من جالبه، مثلا این جلال آل احمد مثلا میگفتن که غرب زدگی رو نوشته اینا، خب ما میخونیم. خب جلال مطرح بود، مطرح بود دیگه، برای این برای چپی‌ها خیلی مطرح بود. خب بعد که قانون چی صحبتش بود. بعد مثلا من نمیدونم حالا چقدر کتابو مثلا پرورش میدادن که مردم بخونن، ولی صحبت بود دیگه جزء این روشنفکرا. من به بعضیشون لغت شبه روشنفکر گذاشته بودم، چون روشنفکر به نظر من کسیه که در درجه اول آزادی مردمشو بخواد. در درجه اول، وقتی شما در درجه اول آزادی مردمتون میخوایی، باید بری تحقیق کنی ببینی این آزادی رو کدوم کشور بیشتر داره برای مردمش. من راجع به سیاست خارجی امریکا صحبت نمی کنم، چون سیاست خارجی امریکا ثابت کرده که قابل اعتماد نیست. اینو هممون میدونیم. ولی خود آمریکا داخلش ثابت کرده که آزادی داره. اینو من و شما که تو آمریکا زندگی میکنیم نمیتونیم کتمان کنیم، نمیتونیم، بلکه داریم. این آزادی الان نگاه کن راحت میتونیم راجع به خود اوباما صحبت کنیم، هر چی که دوست داریم بگیم. خب روشنفکر به نظر من کسیه که خوبه، روشنفکری آزادی برای مردمت میخوای، منم یه بچه کارگر ای کاش یه آزادی باشه. ولی نگاه کن ببین چقدر اول ما آزادی داریم تو این کشور، آیا میارزه که ما اینو ول کنیم بریم طرف روسیه که اصلا آزادی نمیده؟ یه خوب این نگاه دیگه طب. بعد برو آمریکا رو داخلش رو چک کن ببین ترجیح میدیم ما رفیق آمریکا باشیم یا رفیق روسیه باشیم. چون اگه یادتون باشه که حتما هم یادتون هست و موافقت خواهید کرد، دو تا ابرقدرت اون موقع بود، فقط دو تا بود، یه روسیه بود یه آمریکا. یا شما بایستی آمریکایی میشدی یا بایستی روسی میشدی. نمیتونستی تنها باشی چون با تو کار داشتن از یه طرف هر دو. خب اگه من قراره بین این دو تا یکیشو انتخاب کنم، ای کاش با من اذیت نمیکردم. البته ما او قضیه رو حل کرد، یعنی روز سوم مرد اصلا یه ده از هموطنان ما رفتن طرف ما، خیلی هم فعال بودن، گروه های خیلی متنفذ به ویژه در دوره انقلاب. علی عزیز به عنوان یک کارگرزاده بازمانی خیلی خوب هم نداشتید، ولی خب همونطور که گفتی خدا رو شکر محتاج نبودید، پدرت زحمت میکشه، خیلی زحمت میکرد. کش بود خیلی. در خود کانون در بین این گروه هیچ احساس نمیکردی که احساس تبعیض نمیکردی؟ یعنی کسی تو رو به خاطر وضعیت مالی و جایگاه طبقاتیت؟ نه اصلا به کاری نداشتم به گذشته ما. براشون مهم بود که بچه های با استعداد باهوش بیان یاد بگیرن بزرگشن به بقیه بچه های این شهادتت خیلی مهمه ها. آره نه اصلا، یعنی شهادت میدی که در اون زمان بدون پارتی اصلا بدون دار. من اصلا یادم نمیاد. نه اینا ببین آخه پارتی بازی نبود، برای اینکه من اردمان بوفید فامیل من نبود، من فامیل نداشتم نمیشون. من بچه جنوب شهرتون تو کوچه دارم بزرگ میشم با بقیه بچه‌ها، چرا یه دفعه من میام جایزه میگیرم از فرع؟ برای اینکه فرعم اون جایزه رو داده بود خودش نبود. جایزه رو در کجا دادن؟ فرستادن برای فرستاده بودن دیگه. آره از میگم یه تبلت یه دونه مدال بود. چیکارش کردیم؟ ها ایرانه، اینا همه ایرانه. ایرانو آره بس هستش موجوده. آره بعضیش توی کانون موند. خب. فیلم ها اصلا توی کانون بود، اون موقع ویدیو اینا که نبود که ما بگیم کپی داشته باشیم. خب این جایزه ها می اومد میدادن به شهبانو یا خانم امین ارجمند یا بقیه افراد و اونا به ما میدادن، ولی پارتی بازی نبود که نبود باید. چون نه اصلا. و این اتفاقا عدالت برای بچه‌ها فقط برای بچه‌های جنوب شهر تهران نبود، برای تمام بچه‌های بالا شهر و جنوب بود. یعنی من الان دوستی دارم که مال شمال شهر ایران زندگی می‌کرد، بعدش هم خیلی خوب بود، خانم فهیمه واحدی. خب خانم فهیمه واحدی از دوستای خیلی خوب فهیمه واحدی خودمون همین خانم فهیمه که نقاش خوبی هست. خب ایشون من توی
کتابخونه مرکزی با ایشون آشنا شدم. ما 16 سالمون بود، جفتمون خبرنگارای فیلم فستیوال کانون پرورش فکر کودکان بودیم. آه. و ما خبرها رو میگرفتیم، من و ایشون میرفتیم مصاحبه میکردیم. حقوقم بهتون میدادن؟ نه نمیدادن. نه فقط داوطلبانه. داوطلبانه خب انتخاب شده بودیم بین خیلی من و فهیمه جان انتخاب شده. خودش خیلی مهمه. خیلی مهم بود آره. بعد ما میرفتیم خبرها رو تهیه میکردیم و به کتابخونه ها میرسوندیم. خب فکر میکنی اگر این انقلاب نشده بود و این وضعیت ادامه پیدا میکرد، این نسلی که به این ترتیب پرورده، یعنی من نمیدونم چی، یعنی دیگه almost بهش. ببینید مبالغه که نمی کن اصلا خب دلیل نداره، دلیل نداره. من اولا یه چی بگم، من سلطنت طلب نیستم، جزو هیچ گروه سیاسی نیستم، میدونم مطمئن. نه مجاهدم، نه اسلامیم، نه سلطنت طلبم، اصلا و ابدا. من جزو تنها جزو حزب دموکراتیک آمریکا هستم که 4 سال به 4 سال به دموکراتیک به اوباما رای دادم، رای میدم از اولی که من سیدی که نیستی الان که به اوباما رای دادم. نه داره سعی خوشو میکنه. نه سعی. به نظر من سوشالیستیه که به نظر من اوباما یه سوشالیست، نه کمونیست، یه سوشالیستیه که میخواد از کپیتالیسم استفاده بکنه و کمک کنه به مردم. این میخواد. خب من اینجوری نگران نمیکنه از اینکه او الان مثلا میزان محبوبیتش حدود 41%، یعنی کسانی که سیاستش تایید میکنن اکثریت، یعنی 53% سیاستاش رد میکنن. خب برای اینکه یه مقدارشون اینا ریپابلیکن هستن دیگه، شما نه میگه 53% دیگه ریپابلیکن، نه خب خیلی دموکرات هستن. آره خب برای اینکه یه امیدایی داده بود مثل هر سیاست، ببین سیاست مداره به هر حال، ما اگه قبول بکنیم که ایشون سیاست مداره، خدا که نیست، پیغمبر که درسته. نیست، سیاست مداره، سیاست مدارم یه امیدایی میده. من ترجیح میدم این امیدا رو از دهن یه دموکرات بشنوم تا دهن یه جمهوری خواه. این نظر منه. خب دور نشیم از اون بر. آره کجا بودی؟ در مورد همون که اگه ادامه پیدا میکرد، اگه به نسلی که به این ترتیب پرورده میشد. ببینید ما توی دنیای بسیار کوچکتری داریم زندگی میکنیم الان، اون موقع نه. اون موقع کامپیوتر نبود همونطور که میدونید و ماها انقدر به هم نزدیک نبودیم، دنیا به هم نزدیک نبود. ایران ثابت کرده چه زمان شاه چه الان زمان حتی خامنه اینا که بچه های ما بسیار باهوش هستن، بسیار بچهای باهوشی ما داریم. همین بچهای باهوش توی لس آنجلس و توی جاهای دیگه دارن، بچهای ایرانی دارن نشون میدن که چقدر با استعدادن، چقدر باهوشن و کافیه مثل شناگری هستن که آبو ندارن تو شنا بکنن، آبو شما براشون فراهم کنید، شناگران قابلی هستن. و حالا تصورشو بکنید این بچهای باهوش ایران، زمان شاه، دوستی شاه با آمریکا و کامپیوتر، اینترنت، فیسبوک، آزادی کم داده شاه، حالا بیشتر میده چون صدامون در اومده و شاه نمیتونه دیگه، اگرم دیکتاتور بود، اگرم 20%، 30%، 40% هم دیکتاتور بود، دیگه دیکتاتور بازیش میومد پایین تر. اینا به نظر من خانواده سلطنتی و همینطور که شهبانو همیشه بوده، ما شهبانو به عنوان یک خانم بسیار مهربون میشناسیم، همیشه شناختیم، ولی شاه رو هیچ وقت مهربون نمیشناختیم. همیشه میترسیدیم از شاه، همه میترسیدن از شاه. ولی به نظر من اگر ادامه پیدا میکرد و انقلابی نمیشد با وضع اینترنت، اوضاع اصلاح میشد، شاه هم مهربون میشد، شاه هم کوتاه میومد. شاید شاه اصلا این زندان اوینو که از اون اول بواسطه درشو میبست پارک میکرد و افراد و بیخودی به خاطر خوندن ماکسیم گورکی و نمیدونم هگل و نمیدونم مارکس بی خودی زندونی نمی کردن ساواک، من فهم کنم دیگه این اتفاق دیگه نمی افتاد. الان بدتر شده، بدتره برای اینکه اینا الان نشون دادن که دیکتاتور واقعی کیه. شاه شاید مهربون نبود ولی وسترن بود. این به نظر من پلاسه، وسترن بودنش پلاسه، مهربون نبود، دیکتاتور بود، سایه خدا بود، نمیدونم حالا شاه بود، ولی الان به نظر من کوتاه می اومد. همین رضا پهلوی خودمون فرض بگیریم الان این شاه بشه، فرض رو برای این بگیریم، من نمیدونم میشه یا نمیشه، شما فکر نمی کنید خیلی به دیده آمریکایی به مردمش نگاه کنه و آزادی بیشتری از قبل، نه این زمانی که فراموش کن، از پدرش بیشتر آزادی میداد به مملکتش؟ برای اینکه جوانیه که الان جوانا رو شناخته، شما دیگه نمیتونید دروغ بگی، فیسبوک هست، توییتر هست، همه به هم میرسونن دیگه، یواشکی نیست دیگه، چیزی یواشکی نیست. واقعا جغرافی های جدید پدید آمده، مثلا خود گوگل فکر کنید جمعیتش امروز، یا فیسبوک، اینا آزادی میاره، اینا کشور تازه دنیاست که اتباعی داره، اینا با هم مرتبطن، اصلا سیستم عجیبی در دنیا. شما 4 نفر شکنجه بدی میره تو یوتیوب، بله
چهار تا دروغ بگی میره تو یوتیوب. دقیقا. خب اینا نمیتونن دیگه، دیگه رهبری نمیتونه دروغ بگه. اینا که دروغ میگن برای اینکه وقیحن، اینا که دروغ میگن خامنه اینا برای اینکه اینا واقعا آدمای بی شرمی هستن. ولی آدمایی که شرف دارن دیگه نمیان دیگه، لیدرایی که شرف دارن دیگه نمیتونن دروغ بگن، دیگه نمیتونن دیکتاتور بازی در بیارن، چون بیگ برادر از واچینگ دم. بیگ برادر اصلی دیگه الان اینترنته، برادر بزرگتر، برادر بزرگتر دیگه الان اینترنت هست، رصد میکنه. خب بمان از یکی از شخصیت خیلی مهم زندگی شما همسرتونه. بله. همسر شما وقتی اومد ایران بردش تو خونه قمر خانم، تو اتاق یه دختر آمریکایی، هم خانواده من عاشق ایشون شدن، هم ایشون عاشق خانواده من شدن. خود اون فضا چی؟ خیلی جالب بود. همسایه ها اصلا کوچه محله، همه محله، یه دختری شده سوئیسیاس، بلوند، بلو آیز. پس مردم استقبال کردن خیلی خیلی. آره قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب من سپاهی بودم. بعد سپاهی هم بودی؟ سپاهی بودم، سپاهی عدالت بودم. آره. بعد این دوست من دیکسون، ریچارد دیکسون، من عکس دختر خاله‌اش دیدم، دیدم چقدر خوشگل و اینا. گفت برای اینکه انگلیسی خوب بشه نامه بنویس، بگو من همسنته، اونم داره اونجا دانشگاه میره، دانشکده میره، بگو من دوست پسر خاله‌ام. یعنی دوست داشتی زبان انگلیسی رو یاد بگیری؟ بدجوری می‌خواستم یاد بگیرم. خب دنبال یه چی میگشت؟ رابطه که هم با دوست آمریکاییم یاد بگیرم، هم با یه نفر رابطه. پن پال اون موقع میگفتن پن پالز. من یه نامه نوشتم برای مندی و گفتم که دوست پسر خالت هستم، گفته که با تماس بگیرم که انگلیسیم خوب بشه. اونم گفت آره برو کلا. همینجور که داشتیم نامه نگاری میکردیم عکس فرستاد و عکس فرستادم، من یه عکسی هست اتفاقا اون موقعی که 20 سالش بود، بعد ببینی چقدر این زن زیبا واقعا. بعد ما تو نامه بالاخره آدم کنجکاو بود دیگه، میشه دیگه. حالا عشق و اینا رو نمیتونستیم صحبتشو بکنیم، ولی کنجکاو بودیم. کنجکاوی اون باعث شد که چون منم قرار بود بیام آمریکا، قرار شد بیاد آمریکا، اصلا آشنا بشه با خانواده من، با خودم و نه. بعد اومد چند سال قبل از انقلاب؟ درست یک سال قبل از انقلاب، 78 وارد ایران شد. وارد ایران شد و اومد و بعد خب محله منم محله جنوبش، یعنی یه بلوند، اصلا یه خانم ایرانی هم بلوند کنه خودش همه نگاه میکنه، چه برسه دیگه یه بلوند و بلو آیز. و اومد و مادر منم آش این صحبت هایی که میکنن که مسلمان ها نمیدونن مخالفه، این حرف ها نیست. مادر من چادره بود اینجور میبینیش، بعد عاشق این دختر شد که این عروسک اینو بگین چقدر نازه، چقدر ماهه. همسایه هم اکسل من شد، همه میومدن نگاه میکنم مثل سینما فیلم، سینما دعوت هم میکردن خونه. آره و میومد صدا میکردن کچه و اکسل میومدن میدونن که علی این دوستش که از امریکا اومده. اینم برای شاله بود که چقدر شلوغ اینجا و اینا. چقدر موند اونجا؟ بود سه هفته اونجا بود. سه هفته بودید؟ سه هفته. آره. بعد با هم دیگه اومدیم دیگه. خب. اومدیم و دیگه از وقتی که اومدیم دیگه با هم دیگه هستیم و دو تا پسر دیدن دیگه. اون فضا اون محیط رایش نزد که، یعنی خوشش اومد. اتفاقا برعکس شد. براش جال ایشون از یه خانواده سطح بالایی میاد، هم از لحاظ تحصیلی هم از لحاظ مالی. برای همین چرا از خانواده خیلی قدیمی و ریشه دار. 400 سال پیش مدن این 1600s خانواده‌اش از داچ و آلمان و هلند و هلند و آلمان. خب ببین وقتی که شما هر چقدر بالاتر هستی میگن فروتن هستی. ایشون هم از یه خانواده بالای کریستین پیور خوب مهربونه، سرشون به تنشون میارزه، فروتن بود این دختر. از اون اول فروتن بود، یعنی منو دید. آخه کاری نداشت من پول دارم یا ندارم. این خیلی مهمه، برای همین من همیشه باهاش میمونم. الان ام اس داره، 25 ساله، برای دو چخت دستی افتاده. و دو تا پسر ما هم ما داریم، 21 ساله و 16 ساله. اسمشون چه؟ اسم آمریکاییشون هست الکسان و جاناتان، اسم ایرانیشون هست اون الکسان جهانه، اینم جاناتان بیژنه. بیژن و جهان. آره بیژن و جهان. خیلی جالب. البته خانواده من بیشتر به عنوان بیژن و جهان اینا رو میشناسن. خب ایشون که نیومد که با شما تر ازدواج نه 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 اومد آشنا بشه. اومد آشنا بشه. ببین من ولی عاشق شد. شدیم دیگه. آره. با هم دیگه. آره دیگه از اولام دیگه اومدیم دیگه با هم دیگه. یعنی در واقع از 20 سالگی. از 20 سالگی در رباط کری. از رباط کریم. آره. تو خونه قمر خانم. خیلی جالبه. شما تو حالا این حسو داشتین که بچه بودین یه آرزوهایی داشتین، بعد اون آرزوهای شده. مثلا یکی از آرزوهای من دیدن بهروز وثوقی بود. خب رفتم فیلماشو میدیدم، آرزوم این بود که مثلا تو خیابون ببینمش. کی میشه من اینو تو خیابون؟ بعد آرزوم مثلا برآورده شد، همبازی تو سینما و تئاتر رو رفیق. و هفته پیش به این زنگ زدم بودم نگرانم، میگن خدای نکرده بلای سر اومده، زنگ زد گفت نه حالا من خیلی خوبه. بعد
قضیه آمریکا، من آرزوم این بود که بیام آمریکا، اومدم آمریکا. آرزوم بود که زن خوب داشته باشم، خواهی زن خوب داشته. امیدوارم به همه آرزوات برسی علی عزیزم. امیدوارم همه ما بتونیم یک روز در میهن و مملکت خودمون باشیم، در کنار هم میهنانم. خیلی جالب گفتگو رو دنبال میکنیم با آقای علی پورتاش، خاطرات هنرمند برجسته ای که هم خود ساخته، هم اینکه بالاخره در یه فضای زندگی میکرد که راه ها برای پرورش قریح و استعداد و ذوق و هنر فراهم، مثلا برای نوجوان ها و جوان ها. تشکر. مرسی. خدا. مرسی عزیزم.